صبحتان بخیر، بازم به سبا زندگی خوش آمدین. ساعت سوم برنامه امروزی ما به طور زنده تقدیم شما میشه. شما هم با ما همراه باشین و از داشته های دیگر برنامه سبا زندگی همچنان لذت رو برین فراموش نکنین. رشاد مشعل امروز همچنان در برنامه سبا زندگی با ما میباشه و از مسابقات جام جهانی 2008 روسیه گفتنی های خوبی با شما میداشته باشه. قسمه که رستم همچنان گفت، در این لحظات من مهماندار هستم. یکی از همکارای عزیز ما مدیر ارزیابی تلویزیون جهانی آریانا را با خود داریم، محترم سخی بریالای. ببینیم و بشنیم که چه خبرهای خوش امروز در برنامه سبا زندگی برای ما و شما داره. آقای بریالای خوش آمدین به سبا زندگی، صبحتان بخیر. سلامت باشین مرسل جان. اول خو عرض سلام ادب دارم خدمت شما و بیننده میلیونی آریانا. چی کد آریانا مرسل؟ توجه داری؟ خیلی کارها کرده. قسم به خدا یک ماست که ما با دلها حکومت میکنیم. بله. یک ما فیفا. فیفا واقعا فیفا غوغا برپا کرد. توجه دارین؟ شما با ما هم نوا هستین دیگه؟ من دقیقا هم نوا هم هستم و گپ شما رو تصدیق میکنم. مطمئنن که همه کسایی که در افغانستان زندگی میکنن از این مسابقات، از این گزارشات و این برنامه های زیبایی که ما در رابطه با فیفا داشتیم همگی خوشنود بودن. حالا میخوایم که شما اول بر ما بگین طرفدار کدام تیم بودین؟ والا من همه تیما رو دوست دارم. خوب شد تیم رو دوست داشتم، برد فرانسه. حالا شما نگوین به خاطر که برده طرفدار شدین. نه از اول دوستش داشتم. من تو گپ مایی است که فیفا تانیس واقعا به قلب حکومت بکنه، واقعا تانیس به خانه ها راه پیدا بکنه. آها. و آریانا همونطوره که نام بزرگ است، همونطوره که نام بزرگ بود و افتخار آفرین، یک بار دیگه افتخار آورد. واقعا همون که بزرگای ما گفتن که در متون دینی ما آمده، حضرت پیامبر گفته که شما برای اولادتان نام نیک بانین. حالا از این معلوم میشه که وقتی بالای شخصیت های حقیقی و حکمی اگر ما قرار باشه که نام نیک بانیم، واقعا افتخار میارن. آریانا نام پر افتخار بود و ما افتخار میکنم. بله افتخار میکنم به او کسایی که این نام انتخاب کردن و تا امروز پیش میریم. و ما بر ما راستی قابل باور نیست که بگویم که ما واقعا دیشب میلیون ها شاید میلیون ها بیننده داشتیم. دقیقاً. و میفهمی از کجا میه؟ ای از اینجا آمد که ما تونستیم که گرچه ما سال ما فیفای برزیل هم ببخشین مسابقات برزیل هم ما داشتیم، ولی با این زیبایی نداشتیم. ما مسابقات المپیک زمستانی را هم امسال داشتیم که واقعا نشانات کاملا زیبا داشت. زیبایی گپ در کجا بود مرسل جان؟ زیبایی دی بود که ما تونستیم که این مسابقات رنگ و بوی افغانی بدیم. بله. تمام گپش افغانی و افغانا بودن که علاقه گرفتن و دیدن و واقعا تیم بزرگ ما کار کردن. و ما یک چیز نمیخوایم که ازش چشم پوشی بکنم، مدیریت سالم بود که تونست که اینمی تیم رهبری بکنه. مخصوصا اگر یاد بکنم بد نیست خوشحال آصفی رئیس تلویزیون، رئیس جوان تلویزیون. بله. و آقای درانی که به به، اگر اونا واقعا اگر نمی بودن کمبودات خود ما می داشتیم، چنان چی در گذشته داشتیم. آقای درانی زحمات خود زیاد کشیدن و از اون نمیشه که چشم پوشی کرد و خدا را شکر که یک بار دیگه آریانا در قلوب آل حکومت میکنه. بسیار خوب. آقای بریالای از برنامه دیشب برای ما بگوین، برنامه دیشبی که ما در برنامه صبح زندگی یاد هم کردیم. دیشب به تالار تلویزیون جهانی آریانا و مسابقات فیفا را تعداد زیادی از همکارای ما و تعداد زیادی از ورزشکارای تیم ملی فوتبال افغانستان، تیم 13 سال، 14 سال، تیم 16 سال که نایب قهرمان بودن، هیئت رهبری فدراسیون فوتبال افغانستان همشون تشریف داشتن به این تالار رو، این مسابقات را همگی یک جایی تماشا میکرد. حالا از این برنامه کمی اگر به ما قصه کنید. مرسل جان میفهمی که آخرین افتخار ما آورده مهمی بود، یعنی مسابقات زیاده، شاید هم فستیوال های زیاد ورزشی نشر شده، ولی با این رقم اختتام معقول هیچ وقت مردم ما شاهدش نبودن که آریانا تانست با یک ابتکار بسیار خوب تمام ورزش دوستا و پیش کسبت های ورزش همه را دور هم جمع کنه، برشان یک شام جور بکنه و همه را دور خود داشته باشه و مسابقات ببینن و با این زیبایی ختمش بکنن. واقعا از گروپی که اینجا کار کردن بر ما یاد بکنیم، چه تعداد دوستای ما بودن که از طرف شب برنامه رو به طور زنده اینا تقدیم میکردن، چه کسایی پشت صحنه بودن و چه کارکردهایی در طول این یک ماه داشتن؟ خب من خب در بحث مدیریت گفتم که آقای خوشحال آصفی و آقای درانی طبیعی است که کار کردن و مدیریت سالم است که کار سالم بار میاره. منتها بچه های تکنیکی ما در بخش تکنیک واقعا زیاد زحمت کشیدن. بله. همینجا شبها را تا نیمه های شب برای مردم نشرات لایف دادن در بخش نشر اماتور. و یک چیز می خواهیم بگویم که دوست عزیز ما، جوان بسیار خوب ما علی جان کاظمی با تیمش، بله،
زحمات فراوان کشید. علی جان کاظمی، آقای مصطفی که دیشب گزارش های واقعا زیبا داشتن در مسابقات فاینال ما، همچنان تهیه کننده برنامه عبیدالله انوری، تعداد دوستای دیگه ما که در بخش ساوند بودن، در بخش تهیه کننده. اینم خدا نامه از من که خود زیاد برادر هستید. همکارای ما بسیار زیاد بودن، چون اتفاقا دیشب ما یک برنامه تقدیر هم داشتیم همینجا در برنامه دیشب خود، از همکارایی که طول یک ماه اینا کار کرده بودن، از همه از اینا تقدیر شد، از بخش سکیوریتی و بخش امنیتی ما گرفته تا تمامی کسایی که در اینجا در این بحث بودن و حتی از مسئولینی که با ما بودن و اینا اهدایی که از طرف فدراسیون فوتبال داشتن و تحفه‌ای که برشان سپرده شد لباسای تیم ملی افغانستان بود که واقعا افتخار بود بر ما. آقای بریالی، حالا گذشته از فیفا که کم کم تمام شد، بر ما خبرهای تازه دیگه چی داریم از آرینا؟ چه پلانهای تازه روی دست دارین؟ برنامه‌های تازه، سریالای تازه؟ یک چیز میخوام برای دوستا و بیننده عزیز ما که یک ماه همراه ما بودن، اول تشکر از اونا که وقت گذاشتن و یک سه برشان وعده میتونم که انشالله آریانا با این قوت که پیش میره بازم در تلاش هستم را با اداره سالمه که داره میخواه برنامه های خوبه برای بیننده داشته باشه که دیگه بیننده عزیزم از جای دیگه نره، فقط با آریانا باشه. با نام زیبای با کشور که زندگی میکنه که نامش آریانا است، اونم تو افتخاره که این کشور داره، اونم تو افتخار آریانا برش میاره انشالله. و از برنامه های تازه یاد کردین، اجالتا همه امشب یعنی متواقب فیفا ما سریال هرگز تسلیم نمیشوم که یک سریال ترکیه است و از برندهای آخر یا تولیدات آخر کشور ترکیه است و امیال در خود کشور ترکیه اکران میشه. کوشش کردیم که او سریال بیاریم و با ویژگی ها و برازندگی های خاصی که داره. چه تفاوت سریال هرگز تسلیم نمیشن با سریال های قبلی که ما همیشه نشر میکردیم داره؟ میخوایم از اینجا شروع بکنم مرسل عزیز که دوبله خودش یک هنر است. امروز در دنیا با عنوان هنر هشتم او را پذیرفتن، افشر هنر داریم، این هنر هشتم شده و در این کار در گذشته ایتالیایی ها بسیار دست بالا داشتن و امروزه در آسیا ایرانی ها میخواین کم کم جای پا باز بکنن در بخش دوبله یا هنر هشتم. اونم طور که یک مسلک وقتی که جایگاه خود می داشته باشه طبیعی است که اصول و قواعد خودم داره. اینا وقت دوبله را به عنوان هنر هشتم قبول کردن، داش قواعد را وضع کردن. متاسفانه در کشور ما بعضی قواعد دوبله مراعات نمیشد. مثلا نه تنها از دوبله که در بسیاری از موارد حتی این نکات مشخص مراعات نمیشه، حتی ما شاهد بودیم در فیفا هم تعداد زیادی از تلویزیون هایی بودن که غیر قانونی نشر میکردن، در صورتی که اجازه پخش نداشتن و فقط تلویزیون جهانی آریانا بود که حق نشر انحصاری و قانونی نداشت که میتونست مسابقات نشر بکنه. ولی با وجود از اینکه ما اعتراضاتی هم کردیم و خواهش کردیم که کار نکنن، ولی این کار کردن. آرزو میکنیم که حالا در قبال سریال های ما این کار نکنن. ما بر روی عده از دوستای ما و رسانه‌های عزیز که این کار کردن یک گفتنی کوتاه دارم. بحث قانونی و حقوقیش یک طرف میمانیم که برای اونا قانون اجازه نمیده که کار بکنن. میایم بحث اخلاقی رو بند نظر میگیریم. اخلاق رسانه ایجاب نمیکنه که چنین کار رو بکنیم، به خاطر که یک رسانه میخزه با مصرف گزاب یعنی سرمایه گذاری گزاف یک پروژه رو میگیره و رسانه محترم دیگه خلاف قانون خلاف اخلاق میخزه این کار میکنه. من میگم که برادرای رسانه ای من این کار درست هست، این کار درست نیست، کار خلاف اخلاق است و اخلاق رسانه ای. قسمت های بعدیش هم ببینه. آقای بریالی، بازم به ادامه صحبت های ما از ویژگی های دوبله از سریال برام بگید. مرسل عزیزم، ترک بیشتر یاد کردم که دوبله همو راهکارهای خاص خود داره. متاسفانه پیشترم گفتم که دوبله را در افغانستان رسانه های ما طور ساختن فقط برازی که کپی کرده باشن از کشور ایران، راستن دوبله را گرفتن زبانش نوشتاری ساختن، در حالی که در دنیا زبان فیلم و زبان درامه زبان مردم است. ما اگر به زبان مردم درامه را بر مردم نتیم نمیفهمه. چنانچه من در بین مردم یک دکاندار پرسان کردم که برادر خود درامه ها را میبینی؟ گوالا میبینم تلویزیونی گپ میزنم ایت نمیفهم. ما اونجا فهمیدم که واقعا وقتی که بزرگای فیلم و درامه میگن که زبان درامه باید زبان مردم باشه، چنانچه در دنیای معمول است. ما هم در این درامه ما کوشش کردیم که زبان مردم بیاریم. مثلا یک رئیس به زبان خود گپ بزنه، یک پیاده به زبان خود گپ بزنه، طفل به زبان خود گپ بزنه، دکاندار به زبان خود گپ بزنه، یعنی واژه ها و همو لغات مخصوصی که مربوط مشخص بر مو کرکتر است باید او رو بگوید. نه، ما متاسفانه در رسانه های دیگه که میبینم تقریبا در بیشتر از رسانه های ما زبان یک نواخت است. زبان یک نواخت است. همه گیدم یک طفلم که ببینی واژه‌ای را میگه که اصلا خودش نمیفهمه چی میگه. به این خاطر من فکر میکنم این بار دیگه دوبله از این سریال ما همین ویژگی خود داره که
هر کرکتر زبان خود گپ میزنه. خب عزیز سیرال بر ما بگوین که قرار است امشب نشر شوه، ساعت چند نشر میشه و همزمان همه روزه و هر شب میتونن هموطنای ما رو ببینن و تکرار چه زمان است؟ ما خب اول میخوایم که از خودت رستم جان تشکر بکنم. نمیدونم سی روز من متوجه هستم در این برنامه شما به شکل شاید باید از این سریال یاد کردین و گفتین. به هر صورت دیگه بینندای عزیز ما، دوستای عزیز ما که یک ماه همراه ما بوده و آریانا را تعقیب کرده، امشب هم با ما باشن. انشالله یک سریال بسیار معقول ساعت 8:30 شب برشان میتیم. 8:30 تا چند؟ 8:30 الی 9:30. یعنی یک ساعت. یک ساعت است. بله. هر شب؟ هر نه. شنبه الی چهارشنبه. شنبه الی چهارشنبه یعنی پنج شنبه و جمعه دیگه. پنج شنبه و جمعه انتظار بکشن. که شنبه بازم قسمت تازه شده. تکرارش ساعت چند میتونن ببینن؟ تکرارش اولا میشه که از مدیر چینل پرسان کنیم. متاسفانه من امیر معلومات ندارم. انشالله گرچه در پروموش ما تکرارش میگیم. بسیار خوب. پس ما هم منتظر باشین ساعت 8:30 امشب سریالی را که ما از چند روز منتظرش هستیم، سریالی را که ما و رستم هم قسمت‌های از این گوشه هایش رفتیم و بعد دزدی از همکارای ما دیدیم، امشب نشر میشه رسماً و ما و شما همگی میتونیم ببینیم. پس شما هم با آریانا همراه باشین در کل و بیننده تلویزیون جهانی آریانا. خواهی بریالای میخواییم کوتاه از برنامه های تازهی که تلویزیون آریانا روی دست داره برای ما بگوید. همونطور که پیشتر عرض کردم، ما تلاش ما همیشه بمی بوده که ما برای بیننده خود اول خود رویه آریانا به همه گی معلوم است از بد و تاسیس تال رویه ملی و مردمی بوده. ما هیچگاهی نخواستیم از مردم خود جدا باشیم، هیچگاهی نخواستیم با طرفای درگیر ما گپ داشته باشیم. هر کس هر گپ داره گپ خود داره، ولی ما همیشه رویه ما ملی بوده و ملی فکر میکنیم. حالا به خاطر از اینکه ما بیننده خود با خود داشته باشیم، طبیعی است که ما 3-4 تا برنامه بسیار خوب مد نظر گرفتیم که جای فیفا را پر بکنه و برنامه ناب تازه است، از جمله برنامه استدیوی کاکا بابا که یک برنامه کاملا تفریحی است و یک بار کاملا تفریحی، برنامه‌ای که یک بار ما هم مهمانشان بودیم. شاید بله. چند روز بعد نشوشه و جالبیشی بود که حتی با ما در خود از این برنامه کاکا بابا با ما تخم جنگی هم کرد و ما بردم، ولی تا حال تحفه ما رو به من نداده. خوشبختانه کاکا بابا یک بار دیگه باز بیننده‌های ما را قلبشان شاد می‌سازه و انشالله که به خدمتشان خواهد بود. آها، تشکر بسیار زیاد از اینکه امروز با ما بودین، خبرهای خوش بر ما داشتین و گفتنی های خوبی با ما و بیننده های تلویزیون جهانی آریانا شریک ساختین. بسیار تشکر مرسی.